دائم در زندان به سر می برده. بعد از اون وقت تا حالا هم همطور که عرض کردم حدود 90 ساله که این درآمد ها رفته به جیب انگلستان. اما بعد از تمام سلطنه در دیگه کابینه ای درست شد به ریاست مشیر الدوله. در همون وقت در آذربایجان یک آشوب هایی شد، یک تحریکاتی شد. ژاندارمری اونجا زیر نظره یا به توسط لاهوتی شروع کردند. بعد یک کرد هم به اسم اسماعیل آقا سمیتکو شورش کرد. در این وقت انگلستان اون شورش ها رو تقویت می کرد. یعنی همیشه رسمی بوده که اغلب شورش هایی که در ایران به وجود اومده، این حالی که به طوری که می دونید خب اصلشون در همون جایی که شما می دونید و من هم می دونم و همه دیگران هم می دونن، اینها تحریکات از جاهای دیگه بود. ولی ظاهرن سر پرسی لوران سفیر انگلیس در ایران وانمود میکرده که ما هم میخواییم این شورش ها خاموش بشه. بعد این سر پرسی لوران میایه به رضا شاه پیشنهاد میکنه که مصدق بفرستید برای خاموش کردن این شورش ها. بعد کابینه هم قبول میکنه، مصدق احضار میکنن و به مصدق پیشنهاد میکنن که بره آذربایجان. در خاطرات و تعلقاتش مصدق صریحا اعتراف کرده که سر پرسی لوران این پیشنهاد کرده بود که آقای مصدق بر اونجا. منطقه میگی که من نمیدونستم که کار سر پرسی لوران کرده، ولی خب اون چون میخواسته یک فردی بره در اونجا که بسیار از نظر رأی صحیح داشته باشه و اینا، حتما اومده پیشنهاد کرده. اعتراف میکنه به این که سر پرسی لوران اون پیشنهاد کرده. در هر حال این شخص میره وقتی که میخواسته بره یک دروغ بزرگی هم به رضا شاه میگه. در وقت رضا شاه هنوز پادشاه نبوده، وزیر جنگ بوده و اون هم از مصدق میخواد که بره آذربایجان استاندار بشه و این شورش فرو بنشونه. مصدق در کارهای خودش در ابتدا همیشه عین داییش عمل میکرده. دایی مصدق یعنی عبدالحسین میرزا یه وقتی در زمان استبداد، در زمان محمد علی شاه شده بود استاندار آذربایجان، یه پیشنهاد کرده بود، گفته بود من یک رمز میدم به مصدق و تمام تلگرافاتی که میخوام به عرض محمد علی شاه برسه با رمز به مصدق تلگراف میکنم، مصدق اونها رو کشف میکنه و با زبان فارسی به محمد علی شاه میرسونه و بعد تلگراف های محمد علی شاه را هم او بگیره مصدق و رمز کنه و برای من یعنی عبدالحسین میرزا بفرسته و همین کارم میکردن. مصدق هم این همین کار رو میگه من میخوام بکنم، منتها به کی؟ به آقای متین دفتری، دکتر احمد متین دفتری. میگه که در این وقت من هرچه که شما میخواید به من دستور بدید به رضا شاه میگه به دکتر متین دفتری بدید و متین دفتری برای من رمز میکنه، من هم همینطور برای او رمز میکنم و او متن اصلی رو کشف میکنه و به شما میده. رضا شاه قبول میکنه، اما مصدق یه پیشنهاد دیگه هم میکنه. میگه آقا من در شیراز خیلی موفق بودم، ولی علت موفقیت من این بود که ارتش دیگه فرمانده نداشت، من خودم فرمانده ارتش شیراز هم بودم. در حالی که نمیگه به رضا شاه که بابا در اون وقتی که من بودم فقط پلیس جنوب بود، دیگه در اونجا ارتشی نبود که فرماندهی داشته باشی که زیر نظر من باشی یا نباشی یا من فرمانده باشم. در اون وقت
خود مصدق هم حفظ اون دارالحکومه، حفظ استانداریش محتاج بودی که از پلیس جنوب استفاده کنه. ولی در واقع میگه من به رضا شاه اینطور گفتم که من در شیراز دیگه فرمانده لشکری بالا سرم نبود، خودم همه کاره بودم. خیلی خوب، رضا شاه هم موافقت میکنه که به تیمسار شیبانی که در اونجا فرمانده لشکر بوده دستور بده که از مصدق اطاعت کنه، هر کار که مصدق گفت بکنه. مصدق با این اختیارات کامل میره آذربایجان، اما وضع اون سمیتقو جوری غیر قابل شکست میشه که همه میگفتن یا آقای اسماعیل آقا هرگز غیر قابل شکست و هرگز شکست نخواهد خورد. چرا اینطور بوده؟ برای خاطری که هر دستوری که رضا شاه به احمد متین دفتری میداده، احمد متین دفتری اون به سفارت سیمرغ میفروخته و سفارت سیمرغ هم اون از طریقی که میدونسته به ترکیه ارسال میداشته و از اونجا هم به سمیتقو اطلاع داده می شده. وقتی می گفتن که مثلا سپاه ایران از فلان کوه، از فلان تنگه در فلان شب می آید به سر آقای اسماعیل خان، اسماعیل خان قبلا اطلاع داشته، چمین می کرده و همه که سربازه ایرانی می رسیدن ده ها نفر و صد ها نفرشونه می کشته و همه تعجب می کردن که این اطلاعات به این وضع دقیق چطوری به اطلاع آقای سمیتقو می رسه. بالاخره رضا شاه که اون تدبیر واقعا عجیبی داشته، حدس می زنه که اینها از کجا درز می کنه، فورا به اون شیبانی میگی که رمز دیگری برای شمالی میفرسته، البته توسط قاصد نه با تلگراف، و میگه از این رمز از به بعد اینه و از این به بعد دیگه از مصدق تبعیت مکن. و بعد چند تا دستور قلابی هم میده به دکتر متین دفتری و میبینه بله همونها با اون قلابی بودن در اثرش در بین سمیتقو پیدا شد، از این جهت دیگه مطمئن میشه که این کار احمد متین دفتریه. بعد در هر حال به شیبانی وقتی که میگه دیگه از مصدق تبعیت نکنه، اطاعت نکنه، مصدق متوجه میشه که دیگه کار خرابه، فورا استعفا میده و برمیگرده میای تهران. و پس این هم میبینیم که در مصدق از یک و آزار و چیز ندیده. بعد از این جریان رضا خان میشه وزیر جنگ، میشه نخست وزیر. در اون وقت یک شورای مشورتی تشکیل میده از کسانی که به اصطلاح فکر میکرده میتونن اون راهنمایی کنن. این شورای مشورتی تعدادش کسانی که در اون بودن به تفاوت نوشتن، ولی طبق اون چه یحیای دولت آبادی در جلد چهارم کتابش گفته، این شورا 8 نفر بودن که یکیش مصدق بوده. مصدق خودش هم این شورا رو اعتراف کرده، دیگران هم که در این شورا بودن اعتراف کردن. پس مصدقی که جزء شورای مشورتی نخست وزیر وقت یعنی رضا خان سردار سپه باشه، این تحت اذیت و آزار نبوده برخلاف اون که میگن. بعد از این جریان 2 دوره مجلس تشکیل شده. دوره 5 مجلس شورای ملی و دوره 6 مجلس شورای ملی. در هر 2 دوره این آقای مصدق عضو بوده و ما میدونیم که در هیچ زمانی هم نبوده که انتخابات آزاد باشه، حال چه دوره 5 چه دوره‌های بعد. و در اون وقت هم مصدق انقلابی انتخاب شده بوده. هر سخنرانی که در این مجلس